مردم میگیرند. ادعاهای مبنی بر بی‌نظمی در مراکز رای‌دهی در میانمار وجود داشت. رای‌دهی هایی که نقطه عطف برای انتخاب آنگ سان سو چی رهبر مخالف حکومت برماست. در حوزه های انتخاباتی بسیاری از مردم یانگون میگویند با خاطر اینکه اسمایشان در فهرست نبوده موفق به دادن رای نشدند. آنها میگویند که نمیتوانید رای بدهید زیرا نام و نام خانوادگی شما در فهرست نیست. اما من در اینجا 8 سال است که زندگی میکنم. رای دهی ها از زمان باز شدن مراکز آن منظم و مسالمت آمیز بوده است. اگر رای دهی ها آزاد و عادلانه باشند، برخی از تحریم های بین المللی به خاطر نقض حقوق بشر در برما برداشته خواهد شد. آخرین گزارش ها هاکیست که با مسدود شدن صندوق های رای در انتخابات پارلمانی برما، حزب آنگ سان سو چی ادعای پیروزی نموده است که برای اولین بار این حزب آزادی خواه در میانمار در پارلمان آن کشور حضور خواهد یافت. اگر این پیروزی ثابت شود، تغییر جدی را در این کشور آسیای جنوبی، جایی که حکومت نظامی نیم قرن بر سر قدرت بوده، ایجاد خواهد کرد. حکومتی که اکنون در تلاش از بین بردن تحریم ها از سوی غرب است. نتایج اخیر قرار است از سوی کمیسیون انتخابات پارلمانی میانمار اعلام گردد. برخی از مردم برما فکر می کنند که اگر محافظه‌کاران با نظریات آنگ سان سو چی در پارلمان مخالفت نمایند و محبوبیت وی به خصوص قبل از انتخابات عمومی سال 2015 خواهد افزود. منتقدان در جنبش دموکراسی خواهی می گویند سو چی از نزدیک با یک تعداد جنرال های سابق که او را آزار و اذیت می کردند کار می کند. و حراس از آن دارند که باعث سوء استفاده در جهت متقاعد ساختن غرب برای خاتمه بخشیدن و تحریم ها شود و قوه مقننه مؤثر واقع گردد. برخی دیگر از مردم امیدوارند که او با رفتن به پارلمان سطح اصلاحات و ریفورم ها را بلند ببرد. آنگ سان سو چی بر روز جمعه در منزلش با خبرنگاران صحبت نمود که اولین حضور او در محضر عمومی از زمان به تعلیق انداختن مبارزاتش با دلیل بیماری وی بود. پیروزی سو چی و مخالفان کم تغییر را در توازن قدرت در پارلمان برما ایجاد خواهد کرد، لکن برای اولین بار با او صدای در دولت خواهد بخشید. لیلما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن. I don't know.